به نظر تو با تیم پرسپولیس و این ریتینگ یا امتیازی که پی اس در اختیار بازیکن پرسپولیس قرار داده، ما میتونیم توی مچ آنلاین گل بزنیم یا حتی برنده بازی باشیم؟ سلام، مچ چطوری؟ دامندی هستم و خیلی خیلی خوش اومدید به یه گیم پلی که خیلی منتظرش بودید. و اونم گیم پلی با پرسپولیس بود که وقتی گیم پلی با استقلال رو گرفتم همه توی کامنت ها گفته بودید آقا گیم پلی با پرسپولیس هم بذار، و من خب اومدم با گیم پلی با تیم پرسپولیس که لتس گو بریم واسه اولین بازی بیبی. تو مچ رو بزنیم بریم واسه بازی. و بچه‌ها اگه می‌بینید که مثلا بازیکن‌ها آپدیت نیست و بازیکن‌های جدید پرسپولیس توی ترکیب من نیستن، بخاطر اینکه خود پی اس 22 موبایل کلا این بازیکن‌ها آپدیت نکرده و من بهترین شیوه‌ای که می‌تونستم کلا ترکیبو چیدم. بالاخره حریفو پیدا کرد، روستد رو بزنیم با این تیم استرنج کمی که داریم. 2444 چقدر تیم استرنج خوبی داد. من با هر کی بازی می‌کنم 2600، یعنی واقعا 2650 2670 خیلی واقعا قویه. خب آقا این از ترکیب حریف هست، واقعا قویه، یعنی واقعا نمی‌دونم چی بگم، ولی خب فکر کنم چند تا شانس داشته باشیم واسه گل زدن. شهریال مقالبه من گذاشتم تعویضی و عیسی آل کثیر و مهدی عبدی هم گذاشتم مهاجم دیگه. بریم واسه این بازی، لتس گو. خب دوستان عزیز، با تیم با بازی تیم پرسپولیس، با یه تیمی که من نمی‌شناسمش، که ما بهشون میگیم گم شدگان. واقعا منم چرا هر تیمی که نمی‌شناسم بهش میگم گم شدگان. اون طرف ژاوی ببینیم که چیکار میکنه، چقدر خوب گرفت، امید عالی شو. اون طرف حالا اون طرف عیسی آل کثیر و مهدی عبدی. چه توپگیری عالی از امید عالی شو و پاس عیسی آل کثیر. مهدی عبدی هم که کارو تمام میکنه، چه بازی شده. ولی خب واقعا تاسفواره که فیس این بازیکن‌ها رو درست نکردم و باتخونه قشنگ درستشون کردم، ولی باک نیست. ما خیلی از این خوشحالیم که تونستیم توی دقایق اولیه بازی گلی بتونیم به این حریف دوست داشتنیمون بزنیم. دقیقه 7 بازی هم هستیم. این دفعه واسه وحید امیری رو داریم. این طرف اینو وحید امیری راه افتاده، یه نکودوی عالی با وحید امیری رو شاهد هستیم. وحید امیری سانتر روی دروازه عیسی آل کثیر، بابا به بدترین شکل ممکن. البته تقصیر منم که یه ذره شون زاویه که خواست بزنن رو من انتخاب کردم، بعد انتخاب کردم واقعا زاویه شو. یعنی اگه اساس سمت تیری یک میزده مطمئنن گل میشد، چون خیلی خوب سانت کرد واسش وحید امیری. امید علی شاه، عیسی آل کثیر، مهدی عبدی، عیسی آل کثیر. وای به این عیسی آل کثیر که مثل اینکه تلس شده این عیسی آل کثیر و اصلا خیلی سخت میشه باش گل زد. بله اینجا میبینیم ما یه کورنر رو گرفتیم پس از شوت عیسی آل کثیر. حالا مهدی ترابی داریم، میبینی احمد نوراللهی بزن زربه ببینم. بله اینجا مهدی عبدی دبل میکنه و چه میکنه این مهدی عبدی. یعنی مهدی عبدی گل زد ولی عیسی آل کثیر هنوز گل نداده و امیدواریم که بتونیم باشه گلی بزنیم. چقدر گل خفن و قشنگی شد. سانتمون بچه بدش نبود دیگه، یعنی انتظار سانت خفنی نباید از این بازیکن داشته باشید واقعا. یعنی مثلا انتظار نباید داشته باشید مثل الکساندر آرنولد یا دیوید بکام واقعا سانت بکنن. واقعا همین جوری هم که سانت کردن خیلی خفن بود. یوان کرایو با پاس رو میده و چجوری واقعا تونست انقدر خوب بزنه. البته فکر کنم عیسی آل کثیر این دروازه بار برس بفی نکنم بتونست تو خوب بگیره. یوان کرایوف رو دارید میونید. حسین کنعانی و چقدر خوب میگیره. احمد نوراللهی با تو سری برسون مهاجما. وای یوان کرویف آخرین پاسی که داد گل شد. برو خدا نزنه رونالدو، وای دیگه روی سر رونالدو بچه کی میخواد بیا سر بزنه. و ما به جای این دوستمون این خوشحالی از این رونالدو رو میگیم و نشد. وای خدایی هم دروازه‌بان دفاع خوبی ندارین دیگه، برو سر رونالدو انتظار نداشته باشید واقعا سر بزنه. بعد دقیقه 49 مگه 2 دقیقه وقت اضافه نیست؟ چه منطقی آخه این فوتبال. مسی رو یکی دیگه اون طرف حالا بگیر، رونالدو رو این برداریم مسی رو یکی بگیره. الکساندر آرنولد سانتی روی دروازه انجام بده داد دم به دقیقه کله به کله به ما گل میزنه. عجب گیری کردیم ما، یعنی بابا شانس هم نداریم، همش 3 تا گل خوردیم، 3 تاش هم ضربه سر بود. آخه نگاه کن ترابی موقعیت خوبی هست واسه تیم پرسپولیس. حالا عبدی ضربهشو میزنه. وای بابا آخه چهره ها خوب خدایی درست نکردن، یعنی بغیر از شاید یکی دو تا فکر کنم مهدی ترابی خوب درست کردن و فکر کنم سجل حسین نمیدونم بازونا. ترابی 1 سانتی میخواد انجام بده روی دروازه. حالا مهدی پوچ
کی گفت؟ مهدی مهدی پوچ. این وضعیت درست نیست آقا. این وضعیت زشته. تک نفره انجام داده ببینیم که میتونه بازی رو مساوی بکنه یا نه. امید آلیشا پاسش رو میندازه. حالا ایتساد کثیر تو بهش نمیرسه. امید آلیشا و خطایی رو اینجا میگیره. گرچه ما واقعا چجوری میتونیم اینجا گل بزنی، ولی تلاشمون نمیکنه. امیدوارم بتونیم از اینجا یه ضربه ای رو به این دوست عزیزمون بزنیم. یه دونه شوت میزنم، امیدوارم گل بشه. مهدی ترابی. آقا من رفتم این چراغ رو روشن کردم کنم، خیلی دیگه تاریک شده بود، خودم که اینجا نمیدیدم، ولی دیگه گفتم یه چراغ رو روشن کنم. 2449 هم هست، خوبه. بچه هرچه 2400 و 2500 بده یعنی خوبه، یعنی تیمش، یعنی که تیمش ضعیفه، یه ذره میتونی بهش گل بزنیم. آقا حاج کریم رو داره، دفاعش هم وندایک و این دوست عزیز لیورپولیمون از آلیسون هم دروازه‌ش خیلی قویه. چی بگم من واقعا بچه ها، امیدوارم که بتونیم بهش گل بزنیم، ولی دفاعش وندایک خیلی قرار اذیتمون بکنه. خب با بازی پرسپولیس و لیورپول هم با شما هستیم. فکر کنم این دوستمون کلا لیورپول چیده بود، ندیدم بچه ها. اگه شما دیدید برام بنویسید که فول لیورپول چیده بود یا نه. کریم بنزما هم داره اینجا. وای محمد صلاح باری کلا حامد لک چه خوب اومد گرفت، اینکه اومد جلو خیلی به ضرر حریف شد. حالا یه دونه حمله رو میتونه شکل بده، چه پاس عالی. حالا مهدی عبدی و متاسفانه دقت شوت خب مسلما پایینه و اشتباهی که کردم این بود که باید میومدم جلوتر و آروم خیلی کم پر میکردم که گل بخوره اونجوری. البته اونم باز احتمالش کم بود که گل بخوره. مثال کثیر. حالا اون طرف یه دونه پاس رو میندازه ضربه. احمد نوراللهی چه ضربه دازن. ولی نکن الان مهدی ترابی خوب درست کرده، ولی احمد نوراللهی زیاد جالب درست کرده، ولی چه شوتی زد. نکنی بچه بازی سازیو که از مهدی ترابی شروع شد و ایسال کسید پاس احمد نوراللهی توی دروازه. وای کریم بنزما ضربه رو میزنه و حامد لک چه خوب توپو میگیره. واقعا اینکه حامد لک میگیره خیلی اصلا خوشحالم میکنه این قضیه. حالا یه کورنر هم دارن که ما همیشه نقطه ضعفمون این سر زدن. حالا بیم سید جلال حسینی بیاریم اینجا، داشته پاس بدی به نفع منه. ای وای ترسیدم آجی ترسیدم، چقدر خوب گرفت حامد لک، داره جبران بازی قبلی رو میکنه. برو بینم که چیکار بکنی. پاسو میرسه واسه شهریار مقالو نتونستی رو بگیره، ولی خب به هر حال ما این بازی رو 1-0 بردیم و خب همین که بردیم واسه من کلی خوشحالی میاره و واقعا سیو حامد لک بکنم بهترین بازیکن زمین حامد لک شده. بله حامد لک با گرفتن نمره 7.5 بهترین بازیکن زمین شد و دمش هم گرم، خیلی توپای خوبی گرفت. و بچه ها امیدوارم از این گیم لذت برده باشی. چه بچه ها نزدیک 7-8 باره من این ویدیو رو گرفتم، یعنی توی 7-8 روز مختلف من ویدیو گیم پلی با پرسپولیس گرفتم و همش هی مشکل واسش پیش می اومده، یعنی کلا 40 دقیقه از وقت اون روز من گرفته میشد. ولی خب اشکال نداره، همین که الان گیم پلی تموم شده و الان دوباره میتونم نفس راحت بکشم که یه بار بزرگی از رو دوشم برداشته شده، خیلی واسم خوشحال کننده است. مرسی که قرار بود تماشا کردید، خیلی عشق، خیلی دوستتون دارم. لایک کامنت سابسکرایب بتونید، تک چم آم کن اینستاگرام من تو دیسکریپشن حتما فالو بکنید، خیلی من انرژی میده. و مرسی که قرار بود تماشا کردید. تا ویدیو دیگه خدافظ.